سلام، در خدمت آقای شیرازی هستیم. اجازه بدیم که خودشون اگر امکانش هست خواهش خودشون رو میکنم. معرفی بفرمایید. من رضا شیرازی هستم، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی. خودمون هم در واقع یک آژانس ارائه خدمات دیجیتال داریم و یک استارتاپ به اسم جتسو. و شما خب با توجه به تجربه ای که داریم با این استارتاپ ها کاملا با دغدغه ها و مشکلاتی که کسب و کارهای اینترنتی دارن آشنا هستین. از چه زمانی وارد این انجمن شدین و این انجمن چه کمک هایی داره میکنه به اقتصاد دیجیتال ما؟ هدف انجمن صنفی اینه که دغدغه های کسب و کارها رو بشنوه و بتونه اینها رو در واقع منتقل بکنه به اون نهادهایی که تصمیم گیرندن، حالا میتونه دولت باشه یا نهادهای مختلف، که تا جای ممکن بتونه تسهیلگری بکنه. در عین حال به عنوان یک انجمن صنفی بتونیم که از خود اعضا کمک بگیریم برای اینکه به همدیگه کمک بکنن و اتفاقای بهتری رو برای خود اعضا رقم بزنیم. که خب چالش هایی هم که تو ایران داریم عمدتاً چالش های ساختاریه و زیر ساختیه در واقع که کسب و کارها باش مشکل دارن و یه سری قوانین و مواردی که حالا پیش میاد برای کسب و کارها. سعی کردیم توی انجمن صنفی که پیگیر این موارد باشیم و سعی کنیم این فضا رو فضای بهتری بکنیم. چقدر تا الان تونستین تسهیل کنید این موانع رو برطرف بکنید برای کسب و کارهای اینترنتی؟ ببینید، ما خب من از زمانی که عضو هیئت مدیره شدم، یعنی تو انتخابات آخری که انجام شد که الان یک سال خورده ای ازش میگذره، چند تا اقدام رو انجام دادیم. یکی این که خب جلسات هیئت مدیره به طور مداوم برگزار شد، سعی کردیم خیلی ارتباطمون رو با اعضا بیشتر و بهتر بکنیم و با نهادهای مختلف هم پیگیری کردیم موارد رو. اتفاقای خوب افتاده، یعنی مثلا قوانینی بود که داشت تصویب میشد و ما سعی کردیم جلوش رو بگیریم یا حداقل از طرف اعضا بتونیم موارد رو شفاف کنیم که یه سری اتفاقای بد نیفته. همینطور به خاطر اون قدرتی که میتونه یک انجمن و چند تا مجموعه در کنار هم داشته باشن، مذاکرات خوبی رو با جاهای مختلف انجام دادیم. سعیمون رو کردیم تو این مدت که بتونیم به هر حال فضای بهتری رو ایجاد بکنیم. کامیونیتی در اصل قدرتش برمیگرده به تعداد اعضا. انجمن شما تا الان چند تا عضو داره؟ ما در حال حاضر 1700 تا، اگه درست خاطرم باشه، عضو فعال داریم تو انجمن فعالیت. و از این تعداد عضو فعالی که دارین چند درصدشون بالای 1 میلیون یوزر دارن؟ اینو در جریان هستین؟ ببینید، کسب حالا همچین آماری رو به طور دقیق نگرفتیم، ولی خب خیلی از سایت ها و در واقع کسب و کارهای بزرگ ایران عضو انجمن هستن در حال حاضر. و به هر حال مثلا شما استارتاپ های معروف ایران یا وبسایت های بزرگ رو اگر در نظر بگیرین، اکثرا عضو انجمن هستن و دغدغه هاشون رو به شکل خیلی ویژه‌ای از طریق انجمن برطرف می‌کنن. ببینید، کسب و کارهای بزرگ معمولا خودشون یه راهکارهایی برای برطرف کردن دغدغه هاشون دارن. یعنی ما توی هیئت مدیره اتفاقا تمرکزمون رو گذاشتیم برای اینکه دغدغه های کسب و کارهای کوچیک‌تر رو حل بکنیم، چون اونا به هر حال خودشون قدرتی ندارن و مشکلاتشون هم زیاده. اون کسب و کارهای بزرگتر خیلی احتیاجی به انجمن هم ندارن و معمولا حالا هم از نظر منابعی که دارن، هم ارتباطاتی که دارن و موارد مختلف، تا یه حد زیادی مشکلاتشون حل میشه و خودشون میتونن حل شون. اما تجربهشون خیلی میتونه کمک کننده باشه به کسب و کارهای کوچیک. بله. این اتفاق توی انجمن شما میفته یا نه؟ چون مثلا دارم میگم، ما وقتی یک جایی میریم که یک اپلیکیشنی هست بالای 10 میلیون یوزر، خب این هم از صفر شروع کرده و گام به گام اومده جلو، مصائب رو دیده، مشکلات رو دیده و میدونه که چجوری باید حل بشه و الان شاید برگرده به عقب بگه این چقدر راحت حل میشد و من چقدر داشتم خودم رو به در و دیوار میکوبیدم که این مشکل و معضل رو برطرف بکنم. این اتفاق توی انجمن شما میفته یا خیر؟ ما چند تا کار انجام دادیم. یکی این که اومدیم از خود اعضا نظرسنجی کردیم که چه دغدغه‌هایی دارید و چه مشکلاتی دارید و ما میتونیم اینا رو براتون حل بکنیم.
عمدتا مشکلات اعضا سمت مالیات و بیمه و موارد قانونی و مسائل اینجوری بود که ما نشست‌های فصلی که می‌ذاریم با اعضا که هر سه ماه یک بار تقریبا برگزار میشه سعی کردیم که اون متخصصین هر کدوم از این حوزه ها رو دعوت بکنیم بیان در کنار اعضا و مشکلاتشون رو حل بکنن. توی حوزه هایی مثل حوزه بازاریابی یا دیجیتال مارکتینگ یا مثلا عمدتا اکثرا هم خیلی ها بحث سئو رو مطرح میکردن و موارد مختلف، سعی کردیم که کمیسیون آموزش رو فعال بکنیم و الان در حال راه اندازی کمیسیون آموزشیم که بتونه این اتفاق بیفته. ولی این موردی که شما فرمودین میتونه یه پیشنهاد خیلی خوب باشه که ما تو نشست‌های بعدی از در واقع اون کسب و کارهایی که عضو انجمنن و موفقن، کارهای خوبی کردن، دعوت کنیم و یک انتقال تجربه اونجا اتفاق بیفته. بسیار عالی، اتفاق خوبی باشه. به غیر از این کمیسیون آموزشی چه برنامه‌های دیگه‌ای دارین؟ چون من شنیدم که دوستان داشتن میگفتن قرار بر این هست که یک سری تفاهم نامه امضا بشه در فصل جدید و این تفاهم نامه میتونه خیلی مؤثر و مفید باشه برای کسب و کارهای اینترنتی و اعضای این انجمن. بله، ما تفاهم نامه های مختلفی رو توی این مدت با جاهای مختلف داشتیم. به عنوان مثال بانک صادرات الان یک شعبه خاص اعضای انجمن رو معرفی کرده و اعضا میتونن خدمات مختلفی از طریق حالا پرداخت آنلاین یا وام یا موارد مختلف رو از طریق بانک بگیرن. چقدر عالی. آره، یا مثلا حالا بیمه هم همینطور، یعنی بیمه سرمد چند تا بیمه مختلفن، یا حتی مثلا چند تا مجموعه که حالت مشاوره به اعضای ارائه بدن، اینها هم در واقع با انجمن تفاهم نامه دارن و این رو در یک قالب خیلی خاص به اعضای ارائه میدن و سعی کردیم که این مسیره رو ببریم جلو و ادامه هم داره. یعنی به هر حال از این طریق میتونیم به اعضای خدمات بهتری رو بدیم، حتی خودشون میتونن به خودشون کمک بکنن. یعنی الان مجموعه بیمه بازار یکی از اعضای خود انجمنه و یه شرایط خاصی رو برای سایر اعضا در نظر گرفته که بتونن کاراشون رو بهتر انجام بدن. چقدر عالی. من یه سوال دیگه هم سولوشن بیس میخوام بپرسم اگر اجازه بدین. خواهش. در رابطه با اینکه خب مخاطب ما مخاطب بین المللی هست و این انجمن چقدر میتونه کمک کننده باشه برای جذب سرمایه از خارج برای کسب و کارهای داخلی؟ چقدر این رو باز میبینید، افق این اتفاق رو؟ ببینید، ما از سمت کسب و کارها میتونیم این تسهیلگری رو داشته باشیم. یعنی حالا مجموعه هایی که علاقمند به جذب سرمایه هن، میخوان سرمایه گذار بگیرن یا ایده خوبی دارن و فکر میکنن که این رو میتونن که گلوبالش بکنن و توسعهش بدن، این رو میتونیم در واقع معرفی بکنیم. ولی در مورد اون سمت قضیه و سرمایه گذارهای خارجی، حالا فکر میکنم یه سری محدودیت ها به خاطر شرایط سیاسی در حال حاضر وجود داره، اما اگر که به هر حال راهکاری باشه یا مجموعی باشه که این ارتباط رو بتونه ایجاد بکنه، ایده خوبیه و ما میتونیم این کسب و کارها رو متصل بکنیم بهش. خیلی ممنونم. حرفی، حدیثی، صحبت آخر؟ نه، خواهش میکنم. ممنون، مرسی از دعوتتون و امیدوارم که همیشه روزای بهتر برای همه کسب و کارهایی که تو ایرانن و همه مردم بیاد و اتفاقای خوب بیفته. به امید خدا. مرسی. مرسی.